عرفه و توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، خدا کنه صحتمند باشین و نیمه روز خوب داشته باشین. خواهر گرامی، بینده عزیز برنامه، سلام علیکم، بازم خوش آمدین به برنامه خودتان. وقت نشر برنامه شما فرا رسیده و میتونیم به برنامه زنگ بزنین و پیام های شما که از طریق 456 موصلت کرده، پیام های شما نیز با ما هست. برای ما که میخواین به برنامه زنگ بزنن، میتونن امی لحظه به برنامه زنگ بزنن. شماره تماس ما 6656، و اگر در جریان برنامه نمیتونین به برنامه زنگ بزنین، هر وقت و زمان که خواسته باشین به 456 زنگ بزنین، کلید 163 دور فشار بدین و پیامتان را بگذارین. تا وقتی که تماس های شما دوست داره میداشته باشیم، میریم یک پیام که از طریق 456 موصلت کرده میشنویم. پیام از یک بانوی عزیز گرفتیم که مشکل خود قسم با ما مطرح ساختن، گفته که نامزد ما ایروینی است و تریاک هم استفاده میکنه. گفته بعض اوقات همراه ما زیاد جنگ و جدال میکنه و گفته زیاد قال مقال میکنه و در او صورت که قال مقال میکنه، فامیلش هم همراه ما رویش بسیار زیاد خراب میشه، البته فامیل نامزدم. گفته ما بسیار جگرخون هستم که اگر ما عروسی بکنم، بعد از عروسی هم همه قسم جنگ و جدال و روی خراب برای ما داشته باشن، زندگی ما چی خواهد شد؟ خب ما خدمت از خوار باید بگویم که خوار گل، یک چیزی که ما اصلا یمی اجازه رو بر خودت نمیتم که یا مشوره رو برات نمیتم که خودت عروسی بکنی. به خاطر چی؟ شخصی که معتاد است و او هم به ایروین، اونا مثل یک شخص مریض هستن که باید به هر شکلی که میشه باید که اول تداوی شون، کاملا به اصطلاح توبه بکنن و بعد از او شما بتانین که با اونا ازدواج بکنین. یک مشوره دیگر هم برتان میتونم که شما اونا رو ترک بکنین. ترک کردن شما هم باعث ازی میشه که اونا دیگه هم آسی شون و زندگی ناامید شون و این مواد اضافه و اضافه تر بگیرن. و مثل دیگه کسای جوانایی را که میبینین که معتاد به ایروین است، اونا هم به همون گوشه هایی که کثافت دانی ها و اونجا جمع شن. بلکه من مشوری ما بر شما این است که با هم چو اشخاص، شخص معتاد مانند یک شخص مریض است. شخص مریض باید قسم باشه که شما بر شرط امیر بانین. به هیچ عنوان عروسی کردن بگین که تا وقتی که فامیلتون باید یک گپه برشان بگه، شما هم باید یک گپه برشان بگن که تا وقتی که اونا تداوی نشن، در جن بعد از تداوی کاملا یک مدت بسیار زیاد، حتی تا 2 ساله باید باش صبر بکنین که اونا کاملا از این مرض نجات پیدا بکنن، دیگه کاملا تصمیم قطعی خود بگیرن که دیگه اونا دوباره معتاد نمیشن. در او صورت این یک خدمت بسیار بزرگ هم است، به خاطر ازی که وقتی که اگر شما همین شرط میمانین، اونا هم متوجه ازی میشه که حال تماما زندگیشان از بین نره و اونا میتونن که یک تصمیم نهایی خود بگیرن که اونا از شر ازی مرض مولک نجات پیدا بکنن. خب فکر میکنم کدام دوست ما روی خط هستن. بله؟ متاسفانه تماس قطع شد. خب به خاطر از این که بعضا در جامعه ما یگان موضوعات زیاد ما شما میبینیم که زیادتر از جوانها معتاد این زیاد شده، بسیاری کسایش یگانه خب گذشته از بعضا مسائل اقتصادی و یا پرابلم های دیگه که دامنگیرشان است، یک موضوع اساسیشانه که بسنجی همیشه از جامعه گریزان هستن، همیشه از زندگی نالان هستن و هیچ علاقمندی به زندگی کردن ندارن. هر کسی که یک موضوعی بر زندگی کردن نداشته باشد، اتو اصلا ارزش زندگی رو نمیفهمن و زندگی هم پیشون ارزش نداره. برای همچو اشخاص اولین چیزی که مهم است باید که اینمی یک موضوع پیدا شد. بسیاری کسایی که معتاد است ما کتشان که گپ زدیم رفتیم دیدیم شانه، هیچ اصلا علاقمندی به زندگی ندارن و او خاطر باعث از نمی میشن که اونا اصلا وقتی که زندگی یک چیزی که پیشتان ارزش نداشت، دیگه چی در فکر از او هستین که دوباره به دست بیارین. با این اشخاص من پیشترم یک مشوره برای زی خوار دادم که گفتم که کوشش بکن که اینا رو ترک هم نکنین. ترک کردن هم باعث از این میشه که اونا رو هنوز هم در بدبختیاش غوطه‌ور بسازیم. پس به او خاطر بهترین راه ای است که در این وقت زمان یگانه شرط از اخوار همی باشه که من به اینی شرط با اینا ازدواج میکنم تا وقتی که اینا تداوی نشدن. و اینمی یک خدمت بسیار بزرگ است که میتونن که برامون نامزد خود بکنن، به خاطر که یک جوان است اینا را از این حالت باید به هر شکلی که میشه باید بیرون بکشن. وقت در جنبش خانواده وظیفه اساسیش است. بسیاری کسا همواره ما انگشت انتقاد ما به طرف دولت است، میگیم که دولت باید کار بکنه. دولت خب درسته تا اندازه وظیفه مثلا امیال امی
وزارت صحت عامه افغانستان با وجودی که امکاناتش بسیار کم است ولی باز هم مراکز در این زمینه در تمام ولایت و در خود کابل هم مراکز بسیار زیاد است که همین معتادین هم میرن جمع میکنن دوباره پس تداوی میکنن دوباره پس به خانوادهشان برمیگردن. ولی متاسفانه بعض کسایی هست که وظایف خود را در این عرصه فراموش میکنن، مثلا فامیل ها فراموش میکنن که وظیفه خود یک فامیل چیست. خب برای دو هفته وقتی که به سرشان میکنه یا نهایت برای یک ماه، بعدنش کنترل کردنش کاملا وظیفه خود چیست؟ فامیلشان است. بار بکنید که بسیاری وقتا معتاد بسیار خوب میشه، دوباره تسلیم فامیلش داده میشه و برشان میگه که مراقبش باشن که حداقل تا یک سال حتی تا دو سال باید مراقبش باشن که دوباره پس با مرافقای ناحل خود گشت و گذار نکنن. و اینمی باعث از این میشه که فامیل ها اگر متوجه نباشن بسیاری کسا تداوی میشن دوباره پس به مو مرض روی میرن، به مو اعتیاد روی میرن، بس دیگه یک بار دو بار باز تداوی از اونا هم باز پیچیده و مغلق میشه. پس به او خاطر این وظیفه همه ماست که دست به دست هم بتیم، فامیل، خانواده، اجتماع، مردم، حتی مردم عادی هم یک وظیفه است که در حداقل در این عرصه یک خدمت را بکنه. این وظیفه ایمانی و وجدانی و اسلامی همه ماست. بله. خب دوستای عزیز، تماس های شما میای اما دوباره قد میشم و نمیفهم مشکل در کجا است. انشالله کدام تماس شما را خود داشتیم، اما بعد از یک وقفه کوتاه. بازم خوش آمدین بانوی عزیز، نیمه روزتان بخیر. یک تماس داریم، ببینیم کدام دوست ما هستن. روی خط بفرمایید. بله سلام علیکم فرزانشم. خوب هستین خواهر عزیز؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ میبخشین فرزانشم، دیروز مطلب من شما سعی گرفته نتونستین. من میخواستم گفتم راضی با امروی شوهرم مشکل ندارم، امروی خوشوی مشکل دارم با شما یه در تلویزیون هم فکر کردین امروی شوهرم دارم، هم تماس آخر که گفتین. خب میشه خواهر عزیز مشکل تا بگوی، به خاطر ما زیاد مشکل میگیریم دیگه. نمیفهمیم خود دیروز چی گفته بودی چی نگفته بودی، میشه که مشکل تمیال دمیان بگذاری. میگم بله گفتم که من فرزانه جان خان شوار میتیاد میتا کمی فکر کو که فرزانه شوار که من جان قربان امو دقه جان قربان زمی هم که فکر پیش مادر خب میره پس که میه ای تو منو میزنه فرزانه جان مده مقابلش نمیگم ایس چیز نمیگم. چی مشکل خودت امرای خوشویت داری که او بازی گپه را برای شوار میگن؟ فقط من میگه تو قوالیت خوشم نمیست بدرنگ هستی نیست میگه بدرنگ هم نیست فرزانه جان خندیر بدرنگ هم نیست چون که میخوایی تو قوالیت خوشم نمیست پدر تیر میشه خب فامیل پدر مادر من هست و دو میزنه اولادای من میزنه و شوارم که میگم شوارم میگه مادر من دو کشونش اگه من از یکی دو که شوارم میتونم میزنیم. خوشیتون چند ساله هست؟ با خدا خوشوین دکتر صاحب شاید یک تلفن پینجا ساله باشه طرفش که سعی کنیم یکی نو بیست ساله شده. نه دیگه ای خواهد نظر شماست. خب بله نظر من مگم بسیار جوان است دکتر صاحب بسیار جوان است دیگه شوارم بسیار گفشم میکنه میگه مادرم از خیلی چی کنم میگه که بوم که بومرم بر زن که زنی هستم به شوارم میگه نمی کنم زنی زنم هست یا اولادم هست من خوش دارم زنم هست میگه نه تو نمی کنم یک من به دل خود بر تک نفره میگیرم. خب من مشکل تا نگرفتم. تشکر از شما، خدا حافظتان. دوست عزیز 8656 پل ارتباطی بین ما و شما هست و همچنان پیام های 456 و بعدم یک پیام هم میشنیم ببینیم از پیام دوست ماست. پیام از فرشته جان است از ایراد، گفت که یک و نیم سال است از ازدواج کردیم، دوایل شوهرم با ما روی خوب هم نداشت و همچنان فامیلش در زندگی ما بسیار زیاد دخالت میکرد و شوهرم هر چیز زیاد میداد و مرلت کوب میکرد و زندگی ما رو بسیار زیاد خراب ساخته بودند. خب خوشبختانه گفته آیسته آیسته تانستیم زندگی خود مستقل بسازیم، از اونا دور شویم. حال گفته دور شدیم، رنج های گذشته گفته مرا بسیار زیاد بر من مشکل است، هر حالتشون که یادم میاد، گپایشون که یادم میاد بسیار زیاد جگرخون میشم، حالت روی من خراب میشه. حال گپ خوب شوهرم که گرچه بسیار زیاد خوب شده گفته سرم بد میخوره و در گپ خوبش عصبانی میشم، بالایش داد و فریاد میزنم و گفته نه ایفام اونم حالت های گذشته ها بالای من زیاد بد تاثیر کرده. خب این یک موضوع است که گذشته را انسان تا وقتی که خودش نخواسته باشه مثل همون فایل های کنهی که در کامپیوتر می باشن همون تو به اون شکل در مغز انسان باقی می مانه. هر قدر که انسان بخواه گذشته خود فراموش بکنی مکمل به دست خود انسان است. هر تصمیمی که می گیرین هر آن چیزی که می اندیشین اونمون حقیقت زندگی ما میشه. یعنی اگر شما فکر میکنیم که گویا هیچ امکان نداره که ما از این مشکلی که خود ما برای خود ایجاد کردیم از این راهی پیدا بکنیم مطلقا نمیتون میشه. اگر شما فکر بکنید که نه
ما میتونم که هر آن لحظه، هر آن چیزی که در ضمیر و وجود مرا آزار میده، در افکار مرا آزار میده، میره از مغزم دلیت پاکش بکنم و با یک باور و خوشبینی درست به زندگی دامه بتم، اونم کار میشه. ولی مشروط به اینکه اولین بار ببینید، من یک موضوع را روز فرزان جان براتون گفتم که در دنیا همه چیزی که با امو کشتی های بسیار بزرگ بزرگ دنیا رو که میبینید که چقدر بزرگ است که یک فکر میکنی یک شار در حرکت است، اولین بار ترایج در ذهن شده. بله. در ذهن شده، بعدا او به قلم آمده که بعد از او باز او به او شکل جور شده. یعنی امی تماما دنیا هر آن چیزی که میبینی اولو در ذهن انسان جور شده. نه. یعنی ایده فکر نکنین که هر آن چیزی که انسان بخواه میتونه اون کار بکنه. این مثال به خاطر براتون دادم که ایده بفهمین که یعنی انسان اینقدر توانایی بزرگ داره و خداوند اینقدر این مغز به می اندازه پیچیده وقتی که خلق کرده که امروز دنیا تاوال مغز درست نشناختن که می کار کرده. مغز چگونه است؟ ولی اگر شما فکر بکنید زندگی هیچ وقت نگذشته است نه آینده، زندگی اینمی لحظه است. اینمی لحظه باید خوش باشین، تصمیم بگیرین که فقط اونمو لحظات زندگیتان خوش سپری بکنه. اگر شما به این فکر باشین که همیشه گذشته حالتان تشکیل بده و حالتان فدای گذشته شوه، این دیگه شما دیگه فقط خود رنج میدین. حالا شما ببینید میگه که شوهرشون مهربان است، شوهرشون خوب است، اما مشکلات خود درک کرده، حالا انسان خوب شده. خب حالا اگر ما پشت ازی بگردیم که نه، تو در گذشته نمیتونی یک کار کرده بودی. یک مشکل اساسی ما همی است که اگر انسان آنن قهر میشه، آنی خیره، ولی کوشش بکنه که ای به شکل عقده تبدیل نشه. یکان انسانای خوب همیشه آنن قهر میشه، ولی بعدنش در دل خود، در قلب خود هیچ چیز نمیداشته باشه. اینا یگانه کسایی هستند که برای خود خدمت بسیار خوب میکنن. کسایی که همواره تماما زندگیشان عقده ها پر کرده، همین که مرا فلانه کسی یک چیز گفت، کوشش بکنین که انسانهای بخشندگار باشین. هر قدر که ببخشین، خداوند وقتی که تو یک بندیش میبخشی، یک مشکل ایجاد میکنه، خداوند باز خودت هم میبخشه و درهای رحمت برات باز میکنه. کوشش بکنین از کسی که یک کار کرده بگوین جاهل بود، نفهمید همین کار کرد، ولی آیندهش هم میبینین که همه چیز خوب شده. ولی اگر اینمی عدم بخشایش در وجود خود یک انسان باعث ازی میشه که یک انسان همواره اولین همو جرقایش در قلب خود انسان است، خود انسان اول در میده، بعد از او باز دیگرها رو میسوزانه. کوشش بکنین که اول تصمیم عدمی لحظه بگیرین که ما بگوین اینمی لحظه زندگی ما خوش سپری میکنم. نه در فکر آینده باشین، آینده را خداوند میدانه، نامعلوم است که چی میشه و ای هم بستگی به افکار ما داره. افکار نیک وقتی که انسان داشته باشه، آیندهش کاملا تضمین است. در مسیر زندگی هر آن مشکلات صعب نشه پیش راه انسان، انسان از مشکلات هیچ وقت راست نمی داشته باشه. بسیار یک سنگ بزرگ خدا فکر بکنید که این مشکلات یا این آبهایی که میه که بتانه شما را از یک گوشه به دیگه گوشه و هر طرف بپرانه، هیچ وقت راست نداشته باشین از اینکه نمیتونین یک کار بکنین و گذشته آیندهتان به هیچ عنوان تشکیل نده. میگه به گذشته گذشت زو مکن یاد، امروز مده با مو برباد. امروز بسیار مهم است گذشته ها را کنار بگذارین و کوشش بکنین که امی لحظه خود تغییر بدین. یک چیز است بار بکنین که فرزان جان، ما خانه خود تغییر میتیم، مبل فرنیچر خود تغییر میتیم، دیکور و خانه را هر وقت ببینین یک قسم تغییر میتیم، ولی هایا فکر کردیم که یک روز امی یک بار امی مغز خود را یک پاکاری بکنیم، امی مغز تغییر بدیم، همی حالتایش، افکارهایی که ما را همیشه درد میده، زجر میده، ما همواره جگرخون ساخته، سالهای سال است که با همی درد و مرض سپری میکنیم، یک بار فکر کردیم که چه قسم ما یک پاکاری بکنیم، یک شستشو بکنیم، یک تغییر بدیم دیکور و دیزاین کلشه. ای به این معنی نیست که مغز انسان داره، منظور من افکار است که کلشه انسان چطور بتانه که تغییر بده، و اگر انسان خواسته باشه تمام این مسائل میتونه تغییر بده. یک دوست ما روی خط هستند، بفرمایید. بله. سلام علیکم. سلام علیکم خواهر، خوب هستین؟ بله. بله. بفرمایید. بله خواهر عزیز. بله. ما میشنویم خواهر عزیز، مشکلتونه. ببخشید، ممنونم، زدم مشکل داشتم. خب بگوین مشکلتونه.
مشکل من نیست که زود قار میکنه در هر گپ. خام به خاطر که شما زیاد خنده میکنین و او خاطر زود قار میکنه، و اگه گپ جدی هم بوی خودت خنده کنی خود قار میکنه دیگه. دکتر صاحب شما سوال ندارین از شما؟ متاسفم چون مواظش ندارم. خب بله بله. خب تشکر خواهر عزیز، مشکل تا گرفتیم، خداحافظت. خب دکتر صاحب میریم طرف تماسایی که امروز داشتیم. بانوی گفتن که از خوشویشان بسیار زیاد شکایت داشت، گفت که خوشوی زیاد در زندگی مداخله میکنه، اگرچه شوهر مرا دوست داره بازم یک گپ که خوشوی میزنه میای ملت و کوب میکنه و اوضاع خانوادگی ما زیاد خراب میکنه. حالا خوشوی به بچه خود میگه من به توی خانم دیگه میگیرم، این خانم تو اولادات به درد بخور نیست. فرزند جان یک خانم یک راست بر من زنگ زده بود، گفتن که اونا گفتن که می عکس از این مسئله را قصه کردن. بله. گفت امی خوشوی امی مادر خودشان، مادر خود امی خانم، گفت با داماتش که بار شوهرش بود گفت بسیار رفتار خراب داره. بله. گفت بعدا چی تان میگم وارا مرا میگه کدی جدا شو این مرد خوب نیست، در حالی که ما بسیار زندگی خوب داریم. گفت بسیار چیزا میگن، گفت ما هر وقت که چیز میگم مادر من گفت قار میشم، گفت همین دمی شوهر میگه خیر بانش سرسفید است بانش هرچی که میگه بگفت از او خونه بشه. بی بی چقدر گپ خوب است. حالا ما همین موضوع رو میخواییم که بر از همین خوهر بگویم که خب خوشویشان اگر جوان است هرچی که است بازم عروسشان است با مادرشان است، ولی ببینیم کدام حوامل باعث از همین گپ میشه که یک انسان در مقابل انسان عقده میگیره. یکی دیروز هم سر از این مسئله گپ زدیم فرزند جان که گفتیم بعضی کسا هست که شیوه های منحصر گرانه داره، یعنی اگه انسان هم میخواه در انحصار خود زندگی را داشته باشه. یعنی یکی خود زندگی خود شخصی خود انسان است، کور هر انسان میخواه. یکی در اجتماعی اگر باشد، مثلا تو فکر بکنیم که در خانواده مثلا فکر میکنه که یک بچه وقتی که عروسی کرد تمام چیزش مربوط خانمش میشه، درست است تا اندازه میشه، ولی وقتی که در یک جای زندگی میکنی وقتی که مثلا خوشو میباشن انو میباشه و را میباشه که پا بازی تقسیم از دیگه. بله. انسان نمیتونه که هر اون چیزی که بگویه باید همون کار شوه، میشه بخیر بخوبی همه کار میشه، بالاخره شوهرتونم از مادر خودم جدا میشه میرین بخیر خانه هم میگیرین زندگی هم جور میکنین، ولی در امی مقت زمانی کوشش بکنین که اینمی باور میکنین که هزارها حجره مغزی تان شما دست میدین با اینمی فشارها و استرس هایی که بالایتان میاد، گینی فلان نفر چرا مره تو گفت، فلان نفر چرا مره تو توهین کرد، ایگه پا کرد. ببینین یک انسان که اصلا خودش یک انسان بزرگ باشه هیچ وقت به کسی توهین نمیکنه، هیچ وقت کسی رو دشنام نمیده. خب ولی یک عامل پیدا میشه، مثلا شما بعض اوقات مشکل مایی است که ما متوجه خود نمی باشیم، بعض اوقات که از زبان ما چی خارج میشه حرکات خود نمی بینیم، ولی ما فکر میکنیم که همیشه نیجان مقابل ملامت است. ولی اگر اینمی یک شرط باشه که انسان کوشش بکنه که یکان ذره متوجه خودم باشه، و ببینین هر انسان حیوانات به خوبی میفهمه، باور بکنین که اتو حیوانات هست که اصلا تصور نمی کنی که این کارهایی را که در یک خانه یک حیوان انجام میده بیخی حیران کننده است. وقتی که یک حیوان تغییر میکنه انسان خودت فکر بکنید که این حیوانات با چوب و گپا به این شکل نشدن، این با محبت تغییر کردن، ولی اینا حیوانه که شما تو فکر بکنین انسان خب ببینید که یه اشرف المخلوقات است، این با محبت چقدر تغییر میکنه. کوشش بکنید که هر انسانی که با شما بدی کرد اینمی شعارتان باشه که در مقابل هر بدی شما نیکی کرده بدین، در جن بدی که یک ثواب بسیار بزرگ کمایی میکنین. و مسئله مهم و اساسیش همین است که جانب مقابلم تغییر میکنه، همه گپ میفهمه، ولی متاسفانه بعض اوقات ما کار میکنیم که ما کار خود ادامه میتیم ولی متوجه حرکات خودم نیستیم و امواره تقاضای زیر داریم که جانب مقابل باید همه چیز تغییر بکنه. بله. شما کوشش بکنین که تماس داریم فرزند جان؟ نه دکتر صاحب تماس نداریم، فقط وقت ما محدود است، میخوایم این تماس دیگرم برتون بخونم که گپتان تمام شد، این تماس هم میخوانم. بله تمام شد گپتان دکتر صاحب. این بانوی عزیز گرچه که میخندیدن دکتر صاحب نشنیدن متاسفانه، گفت که نامزدم زود از من خفه میشه. ما برشان گفتم دکتر صاحب، گفتم وقتی که ده هر گپ اگه او جدیان باشه اگه خوش باشه خنده کنی خود هر کس خفه میشه دیگر. سوت نامزدم از پیشم خفه میشه. فرزند جان نگون تو هست که
دهن پرخنده گپ خوب است بسیار. بله اما در گپ خوشایند نیست دیگر. هر جای امی طرز گفتار خود. بله بله. به تو باز فکر آدم میکنه که تمسخر میکنه. تمسخر و حد گرمت فکر میکنه. بله. ما بارها از خواهرای عزیز تقاضا کردیم که کوشش میکنین در یک رسانه وقتی که شما صحبت بله. میکنین این نماینده یک تربیه یک انسان بله. است. شخصیت انسان و هزارها نفر شما را آوازتان را میشنوه بله. و مطمئنن کسایی است که از خیش و قوم و دوستایتان وقتی که میبینن شاید که در قبال از کدام موضوع شما بله. نداشته باشین ولی انسان کوشش بکنه که همی دهن خود را به اراده خود داشته باشه بله. مغز خود را به اراده خود داشته باشه بتونی که هر آن چیزی که به زبانش آمد گفته بره و هر آن اندیشه که آمد امور به زبان بیاره و خنده و گپا هر چیز از خود جای داره و فردانجان بسیار خوب برای شما گفتن که وقتی که شما به این شکل با نامزادتان به این شکل گفتار داشته باشین یا به این شکل رفتارتان باشه خوب نماینگر از این است که اونا هم احساس کردن که شاید که شما بالای از اونا تمسخر بکنین و اونا یک احساس بکنن که من حد کرمت میشم ولی کوشش بکنین که حیا و سنگینی بزرگترین خصلت انسانهای بسیار خوب است کوشش بکنین که امو را پیدا بکنین و در جنبش کوششتان همی باشه که متوجه باشین که اینمی حرکاتتان وقتی که تغییر بکنم مطمئنن که نامزدتان هم حتما تغییر کرده بله با امید موفقیت شما برنامه ما هم به پایان رسید تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از دار به خداوند بزرگ مسپاریم علی یار و نگهدار همه